مرغ یکی از محبوب ترین و پرمصرف ترین مواد غذایی دنیا است. سالیانه میلیون ها تن مرغ توی اقصی نقاط دنیا خورده میشه. شاید یکی از دلایلش تنوع زیاد غذاهایی که میشه با مرغ درست کرد. فست فودهای زیادی هم این روزا مرغ رو به روشهای مختلف سرو میکنن، اما مشهورترین فست فودی که پایه و اساسش مرغه KFCه که مرغ رو به روش کنتاکی درست میکنه. اصلا میدونین چرا به این مدل مرغ میگن کنتاکی؟ خشت اول KFC سال 1930 در ایالت کنتاکی آمریکا گذاشته شد. اصلا دلیل اینکه به مرغ‌های سوخاری کنتاکی میگن اینه که اولین بار در ایالت کنتاکی این مدل مرغ سرو شد و اسم کنتاکی هم روش موند. اون موقع آقای به اسم هارلن سندرز که یه رستوران کنار جاده کوچیک داشت و بیشتر به مسافرهای گذری سرویس میداد، این مدل مرغ سوخاری توی رستورانش عرضه میکرد. البته اون رستوران استیک و ژامبون هم داشت، ولی مرغ سوخاریاش یه چیز دیگه بود و هر کسی که یه بار طعم اونو میچشید باز هم برمیگشت. شهرت و محبوبیت این مرغ سوخاری انقدر زیاد شد که سال 1952 اولین شعبه KFC در سالت لیک سیتی یوتا افتتاح شد. KFC پشت سر هم داشت شعبه جدید افتتاح میکرد، تا جایی که تا سال 1963 یعنی 11 سال بعد از افتتاح اولین شعبه، تعداد شعبه های KFC در آمریکا به 600 تا رسید. ساندرز هم به یه چهره برجسته فرهنگ آمریکا تبدیل شد. عکسش هم شد لوگوی KFC. خب این از داستان مرغ کنتاکی راه اندازی KFC. حالا خیلی ها راجع به راه اندازی KFC نظر دیگه ای دارن. اونا میگن آقای ساندرز مرغ سوخاری های خوشمزه ای توی خونه درست میکرد، اما پول نداشت واسه نوش یه دوچرخه بخره. یه روز نوش بهش میگه پدر بزرگ، تو مرغ سوخاریات خیلی خوشمزه، برو اونا رو بفروش و واسه من دوچرخه بخر. بعد آقای ساندرز راهشو پیدا میکنه و پودر مخصوص مرغ سوخاریاشو به یه رستوران میبره که اونا رو بفروشه. اولین رستوران نمیخره، دومی هم نمیخره، سومی هم همینطور. اون به 623 تا رستوران سر میزنه و در نهایت 624مین رستوران حاضر میشه اون پودر رو بخره و آقای ساندرز خوشبخت میشه. البته این داستان شایع است و کلن تکذیب شده. سال 1964 آقای ساندرز KFC رو با یه قرارداد خیلی خوب به مبلغ 2 میلیون دلار به یه گروه سرمایه گذاری فروخت. توی اون قرارداد یه حقوق مادام العمر برای آقای ساندرز در نظر گرفتن. در ضمن ایشون مسئول کنترل کیفی رستوران های KFC هم موند. KFC جز اولین فست فودایی بود که به صورت زنجیره‌ای اداره می‌شد و خیلی زود اولین شعبه‌های بیرون از آمریکا رو توی کانادا، بریتانیا، مکزیک و جامائیکا افتتاح کرد. در سال 1987 هم به عنوان اولین رستوران زنجیره‌ای غربی موفق شد اولین شعبه KFC رو توی چین افتتاح کنه و یه بازار خیلی خوب توی چین پیدا کنه. چین الان هم با 4563 شعبه یکی از بزرگترین بازارهای KFC در دنیاست. KFC توی 118 تا کشور دنیا بیشتر از 18875 تا شعبه داره و بعد از مکدونالد دومین رستوران بزرگ زنجیره‌ای دنیاست. یکی از رمزهای موفقیت KFC خوشمزه بودن و ثابت بودن طعم مرغ سوخاریاش در همه جای دنیاست. اونا راز خوشمزه شدنش رو فاش نمی‌کنن. فقط گفتن با ترکیب 11 گیاه و ادویه مختلف تونستن به یه همچین طعمی برسن. اونا اوایل فقط مرغ سوخاری داشتن، ولی کم کم برگر فیله مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سالاد، نوشیدنی، دسر و صبحونه رو هم به منوی غذایشون اضافه کردن. KFC برای اینکه از رقبای خودش عقب نمونه نیاز به تبلیغات هم داشت. تبلیغات تلویزیونیش هم از سال 1966 با هزینه 4 میلیون دلار توی آمریکا شروع کرد. توی بیشتر تبلیغاتی هم که از اون موقع تا حالا پخش میشه بیشترین تاکید روی قیمت پایین KFCه. I know your body needs my body. When you're on
از سال 2000 به بعد فست فودا هدف فعالین حقوق حیوانات و محیط زیست قرار گرفتن. منتقدین بیشتر تمرکزشون روی کشتار بیش از حد حیوانات بود. یکی از مهمترین سازمان‌های حمایت از حقوق حیوانات به نام پتا از سال 2001 کمپین بزرگی رو در سراسر جهان بر علیه KFC راه انداخت. بیشترین اعتراض اونا به کشتار سالیانه بیش از 750 میلیون مرغ توسط KFC بود. اونا میگفتن رفتار KFC با مرغ‌ها ضد بشری و غیر اخلاقیه. اما KFC زیر بار این حرفا نرفت و گفت مهمترین چیز توی دنیا برای ما مرغه. مرغای ما خیلی هم خوشحالن و خیلی خوب زندگی می‌کنن. چند تا ویدیو هم از مرغداریاش منتشر کرد که منتقدا آروم بشه. سال 2012 هم KFC به این متهم شد که از خمیر کاغذ برای تولید جعباش استفاده میکنه. اما بعد از آزمایش ها مشخص شد KFC از موادی استفاده میکنه که قابل بازیافت هستن و باز هم تیر منتقدا به سنگ خورد و KFC همچنان محبوب موند و فروشش هم برقرار بود. آخرین آماری که از KFC هست مربوط میشه به سال 2013 که فروششون 23 بیلیون دلار بوده. با این حساب سرمایه گذاری تو KFC یه سرمایه گذاری مطمئنه. حالا اگه بخوایم تو KFC سرمایه گذاری کنیم و یه شعبه از KFC بزنیم چیکار باید بکنیم؟ برای راه اندازی یه شعبه از KFC توی بریتانیا شما باید حداقل 500 هزار پوند برای تجهیز رستورانتون هزینه کنید. 32 هزار پوند برای استفاده از اسم KFC باید پرداخت کنید. به جز این ماهیانه باید 6% از فروشتون رو به عنوان حق استفاده از اسم KFC پرداخت کنید. برای تبلیغات و بازاریابی هم باید 5% از فروشتون رو بدین. اما در ازای این پولایی که پرداخت میکنین، KFC برای شما برنامه‌های آموزشی میذاره و به شما مدیریت کسب و کار، راه و روش توسعه کسب و کار و روش برخورد با کارکنا و مشتری ها رو آموزش میده. اما نکته جالب اینه که اگه قبلا شما شعبه از مکدونالد یا برگر کینگ رو داشتین، KFC به شما شعبه نمیده. وعده KFC من هم تموم شد. نسبت به پولی که دادم و حجم غذایی که گرفتم راضیم. من خودم جز اون دسته آدمایم که هر وقت نمیدونم چی بخورم، یعنی تقریبا هر روز میام KFC. خیلی واسم جالب بود بدونم KFC از کجا شروع کرده و چطوری کارشو گسترش داده.